عزیزم، من نمیدونم چی بگم. حق داری نفهمی چه حسی داری. میگن سر و کله زدن با مادر شوهر سخته، ولی این دیگه چه زنیه؟ رسماً افتادی وسط دوتا آتیش اصلی. مگه میشه دوتا مادر یکی از یکی بدفیده تر باشن؟ تو چه امتحانی هم افتادی؟ بدشانس تر از این نمیشون. خاله علانور پیش اون فرشته است واقعا. من اصلا نمیفهمم، تو مثل یه هدیه الهی برای مهمتی. این زن از تو چی میخواد؟ چه مشکلی باهات داره؟ یه چیزی بگم، این زن عروس نمیخواد، دنبال یه عروسک برای خودشه. درین، به جای گیر دادن به سحر خانم یه ذره از مهمت حرف بزنیم، به نظرتون تقصیری نداره؟ دختر، اوضاع یه جوریه که اصلا نمیتونم نظر بدم. چرا نمیتونی نظر بدی؟ بهت میگم منو تو خونه زندونی کرد. آره خیلی وحشتناکه، ولی شما الان توی یه نقطه ای هستین که هم از اولش اشتباه بود هم از اولش درست. یعنی شما توی وضعیت خیلی عجیبی هستین. من نمیتونم بفهمم که چه نظری میتونم بدم. منم نمیتونم بفهمم، نه خودمو نه ما رو. نه اصلا نمیفهمم. منم دیگه فرار کردم، اومدم اینجا تا یه ذره از همه چی دور بشم. ولی راحت نبودی؟ احساس میکنم به هیچ جا متعلق نیستم، انگار هیچ جا احساس راحتی ندارم. عزیز دلم اینجوری نگو، شما حلش میکنین، من مطمئنم شما به همدیگه علاقه دارین. بذار یکم حالت بهتر بشه، حتما راهتون رو پیدا میکنین. جدی میگم. خب این بچه چی میشه؟ اصلی تو اینجا نیومدی ذهنت آروم شه؟ ول کن، بذار حواست پرت بشه، بعدش درست میشه، جمع جور میشه. بعدش هم میبخشی یا این تصمیمی نیست که تک و تنها بگیری. تو هم تیکه انداختن شروع نکن دیگه. نه تیکه نمیندازم، تو خودت راه درست رو پیدا کردی، مهمت هم پیدا میکنه، صبور باش. دریم میشه وقتی فرصت کردی به هم جواب بدی؟ اصلی ببین بازم پیام داد، این بار چندومه، خیلی نگران شده، حداقل یه چیزی بگم. نه به هیچ عنوان، هیچی براش ننویسی. ها بلند میشه میاد اینجا پیدا میکنه، الان برای حرف زدن آماده نیستم. دختر چرا ترسیدی؟ منم ترسوندی. مامان دنبال هدفونم میگشتم، نبود. تو آشپزخونه؟ دخترم هدفونه تو آشپزخونه چی کار میکنه؟ اون روز که داشتیم با هم دیگه نظافت میکردیم، منم داشتم موزیک گوش میدادم، از اون روز گم شده، دیگه پیداش نکردم مامان جون. نبود، بگذاریم، یکی دیگه برام میخریم مگه نه؟ فردا دو ساعت آخر رو بپیچونی. باشه عزیزم، میریم مرکز خرید. حداقل در بزن. خوب شد گوشیمو گرفتی، اگه میدونستم اینقدر احتیاج داری برات میگرفتم، احتیاج به باشگیری نبود. ولی با یه گوشی دیگه اینقدر حال نمیداد. گوشی تو فرق داره، پر از رازه. ولی از من به تو یه نصیحت، از این عشق صرف نظر کن، چون هیچ وقت نمیتونی داداشم اصلی رو جدا کنی. اگه الان رو بکشی وسط، اگه بخوای برای مامانم خودشیرینی کنی، به خواستت نمیرسی. سن تو به این حرفا قد نمیده دختر جون. بگیر، با اینا یه گوشی واسه خودت میگیری، بقیهش هم مال خودت. تو منو احمق فرض کردی خدیجه؟ من عمران به اینا دست بزنم؟ معلوم نیست مال کیه. من مدلی که میخواستم بهت گفتم، اینا رو بفروش گوشی و بگیر بیا.
لعنت بر شیطون. ها؟ آره هزار لعنت. برو عزیزم، امروز فهمیدم عمه میشم، بذار یکم لذتشو ببرم. تا گوشی رو نگرفتی بر نگرد. ای خدای بزرگ. بریم، به نظرم حق با توه. ممکنه واقعا نگران شده باشه. بهتره یه زنگ بزنم. میشه از گوشیت استفاده کنم؟ البته عزیزم، ولی میخوای لوکیشنو مخفی کن. حلش میکنم. بسته، اگه شما تا این وقت شب نمیفهمیدین که اون کجاست، الان نور خانم الان قیامت به پا میکرد. میفهمین؟ میشه لطفا بهم بگی؟ منم حق دارم بدونم که زنم کجاست. مهمت، من واقعا نمیدونم کجاست. دوست عزیز، قبل از اینکه زنتو فراری بدی فکرشو میکردی؟ برای چی زن منو تحت فشار میذاری ها؟ ای بابا، چی کار میکنی هاکا؟ عشقم لطفا برو بشین. من حالم خوبه مهمت. اصلی تو کجایی؟ فقط زنگ زدم بگم حالم خوبه، نگران نباش، پشت میله ها نیستم، اینو بدونی کافیه، همین. اصلی آمار تمام دوستای همکلاسی اصلی رو برام در بیار، هر طور که شده. داداش الان وقتش نیست مینا، میخوام همه رو برام پیدا کنی. ای وای، نامزد سابقش بوده. عجیبه، خدیجه اینا غذاشونو بالا میخورن. دختر ناراحت شد دیگه. ببینم اونی که در باز کرد مبادا خدیجه باشه. نه آبچی، خدیجه به اصلی کمک نمیکنه. چرا؟ شاید به خاطر این باشه که میدون برای اون خالی بشه. آره این میتونه باشه. من از این دختره یکم میترسم آبجی. یه جوریه انگار نصف شب بیدار میشه میاد هممونو تیکه تیکه کنه، اینجوری تصور میکنم. بعد از اون اتفاق تلخ دختره عوض شده. دختر زبونتو گاز بگیر، قبلا گیر داده بودی به ترانه ها، حالا هم به فیلم های ترسناک. آره نسبت به حال و هوای خونه عوض میشه. میز شامو ببین، هر کس یه طرفه. این میزو اینطوری ندیده بودم، 5 نفر موندن، به چشمم خالی به نظر میاد. 3 نفر. داداشم نیست، سلجوقم هنوز نیومده. آقا سلجوق نیست؟ نه. کجان؟ زیا، زود باش بیا، غذا حاضره. نوشا جان، دلمه هایی که با مشقت درست کردی با لذت بخورید.
چیزی میخوری؟ نه سیرم، خیلی ممنونم. آستی تو که هیچی نخوردی؟ ببین پیتزای خوشمزهی درست میکنن و باب میدته. واقعا گرسنه نیستم، ممنون. عزیزم بیشتر از این اصرار نکن باشه؟ آستی به نظرت وقتش نشده یه ترانه ای بخونی؟ دلتنگ صداتی ما. راستش الان حسشو ندارم، برای همین فعلا بیخیال شم. دوستان اصلی یه ترانه بخونه. این چه حرفیه؟ این کارو نکن، دیوونه نشو لطفا. اصلی 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 ترانه یه درخواستی داره؟ خیلی خوب، خودم ترانه رو انتخاب میکنم، باشه؟ خب چیکار کنیم؟ Sokağımda tek başımayım, 19 yaşındayım, hayatın başındayım, bu yolun sonundayım. Derdim çoktu, kimsem yoktu, sustum, kalbim boştu, yoruldum, sorunlar doğdu. Tekrar tekrar ayağa kalkıp, baştan yola koyuldum. Hep başa dönüp durdu, anlatacak kimsem yoktu. Şarkılarla konuştum, onlar sırdaşım oldu. Yıkılmam asla, güçlüyüm değilsin farkında. Kırılmam asla, toparlarım dağılsa da. Üzülmem asla, canım yansa daima. Hep sendin aklımda. Bir bak, gölgemde gizli bir korkak. Yolun sonunu belki de göremem. Kurtar hadi kendini benden. Ayağa kalk, düzeni yak. Müziğe dal hadi yoluna bak. Yanına al beni, dayanalım gerekirse sabaha kadar. Aklımda başkasının benliği. Bulamaz aramak istese bile kendini. Hissettim melodinin rengini. Gelirdin görebilseydin gerçeği. Yıkılmam asla, güçlüyüm değilsin farkında. Kırılmam asla, toparlarım dağılsa da. Üzülmem asla, canım yansa daima. Hep sendin aklımda. Yıkılmam asla, güçlüyüm değilsin farkında. Kırılmam asla, toparlarım dağılsa da. Üzülmem asla.
صبح بخیر، سگت کجاست؟ صبح بخیر، من سگ ندارم که. پس چرا انقدر زود بیدار شدی؟ خوابم پریده بود، برای همین اومدم اینجا. خب چه جوری میپره؟ مامان من همیشه میگه اصلا نمیفهمم، چشماتو میبندی و میخوابی، خب بعدش هم میگیریش، میتونه توی تبلتم قصه گوش کنی. تو قصه گوش میکنی؟ میخوام کارتونم تماشا کنم، ولی خب مامانم اجازه نمیده، میگه خوابم میپره. اسم تو چیه؟ اصلی من شقایقم. گل مورد علاقه من شقایق، چون نمیتونی همینجوری بچینیشه و بذاری توی گلدون، باید همونجا و همونجور که هست دوستش داشته باشی. خوشحال شدم. منم خوشحال شدم. اسم یه گله، مامانم خیلی دوستم داره، بعضی وقتا هم مسخرم میکنن، ولی من اسممو دوست دارم. برام مهم نیست که بقیه چه فکری میکنن، همیشه هم پسرها تیکه میندازن. یه رازی رو بهت بگم، پسرها خیلی احمقن، نباید خیلی به اونا اهمیت بدی. ببینم اسمش چیه؟ جویی. خیلی دوست داشتنیه. شقایق مامان جون کجایی؟ صبح خیر، میبخشی. صبح خیر، خدا نگهداری. خداحافظ. بیا بریم عزیزم. داداش، صبح خیر. صبح خیر، داداشم کجاست؟ خیر باشه. نگران شدم، خواستم قبل مدرسه بهش سر بزنم. صبح خیلی زود رفته، تو خونه نیست. در مورد اصلی خبر جدیدی شده؟ من چه میدونم. تخم مرغ چه جوری باشه؟ آبپز باشه. ببین ساعت چنده؟ آدرس 4-5 نفر رو پیدا کردم، مگه چقدر میتونه سخت باشه؟ حتی لیست اسامی هم من خودم بهتون دادم. تا نیم ساعت دیگه میخوام. نیم ساعت دیگه پیدا میکنی و برام میفرستیش. اسمایی که بهت گفتم و صدا بزن، امروز باشون صحبت کنیم. خیر باشه خواهرزاده، زود اومدی. امروز ماشین رو به خودم چک میکنم. چرا؟ حوصلت سر رفته؟ آره سر رفته. ببینم مشکلی هست؟ نه چه مشکلی، شرکت خودته، اگه کارگری میخوای خب بفرما. اگه همه کارشون رو درست انجام میدادن کارگری نمیافتاد گردن من. لعنت بر شیطان. خیلی خوب، اگه میخوای همبری کنی منم برات کار میتراشم. دخترم صبونه، چای، قهوه، یه چیزی بفرستین اتاق من. واقعا نمیدونم کی بهش گفته، ولی خبرچین این خونه من نیستم. کاش قبل از اینکه مجازاتم کنین از خودم میپرسیدین. کاش اول با من حرف میزدین سحر خانوم. مامان فکرشو بکن، تو خونه ای که عروسه شدم تو اتاق حبسم کن. از این لحظه به بعد الان اون خانم هرچی بگه حق داره. غیر از جواب سوالم یک کلمه هم نمیخوام بشنوم، و البته دروغ. برای آخرین بار میپرسم، کی اینو بهت داد؟ الانور خانوم. محال مینا باشه.
آسلی؟ آخه تو کجایی عزیز دلم؟ نگرانت شدم. صبح بخیر. صبح بخیر. تو اصلا نخوابیدی؟ لباست هم که عوض نکردی. چه میدونم، تمام شب داشتم قدم میزدم، نمیخواستم تو رم بیدار کنم، خیلی بیقرار بودم اومدم بیرون. والا منم هر کاری میکنم خواب از سرم نمیپره، نه اکسیژن نه چیزی. برم یکم دیگه بخوابم، ولی برای یه صبونه بیدارم کن باشه جانمونم. آسلی کار خوبی کردی که نخوردی، جدی میگم. داری نمیدونی، تمام شب نشستم اینجا فکر کردم فکر کردم، ولی به هیچ جایی نرسیدم. درسته من مهمتو خیلی دوستش دارم، اونم خیلی خیلی عاشق منه، میدونم نمیتونم ازش دست بکشم. من اینو خیلی وقت پیش فهمیده بودم، اگه تو هم فهمیدی که عالیه. درین بیدار شدی گه، دارم باهات حرف میزنم. پس لااقل یه چیزی بگو که خوابم بپره. نمیدونم چی میتونه بیدارت کنه، حتی اگه مهمت خیلی عاشقم باشه الانم درکم کنه. کاری که دیروز با هم تو اون خونه کرد یادم نمیره. من چجور میتونم تو اون خونه بچه بزرگ کنم؟ نه نمیشه، یعنی نمیتونم. مهمت و اهالی اون خونه که یکی نیستن. ولی اول از همه مهمت منو تو اون خونه حبس کرد. نمیدونم، فکرم خیلی به هم ریخته است، نمیدونم چی کار کنم. حالا بعد از این فکر کردنات یه تصمیم متفاوت میگیری؟ میدونی اینجا بازم ترس به جونم افتاد، ولی چه میدونم پشت سرم یه عالم اما هست. خب چی میشه اصلی؟ بعد از این تصمیم میتونین توی اون خونه با مهمت ادامه بدی؟ اگه یه ذره هم دوستم داشته باشه، برام ارزش قائل باشه، این کارو نمی کنه. خب آره، میرین یه خونه دیگه. ای کاش. خدایا من نمیتونم خاله بشم. الان زمان مناسبی نیست درین، کاش اونطور میشد، ولی میدونی نیست دیگه. هر تصمیمی هم بگیری من پشتتم. اگه یه وقت تصمیم بگیری که به دنیا بیاریش، به بسته بگو برای قلب مامان دارو بگیره آسلی. خب دیگه برای امروز همینقدر فکر کردن کافیه. قدم به قدم عشقم. خب الو الو داداش، منم مینا. چرا به گوشی خدیجه زنگ زدی؟ مگه من گوشی دارم؟ چی شده؟ همه چی رو به راست؟ من دو دل بودم برای داداش بفرستم یا نه. الان یه ویدیو برات میفرستم، لطفا نگاش کن. همین الان. نه بابا، تو این برگه رو بذارم بزا غازیه باشه؟ همه چیو من درست میکنم. خیر باشه، مثل اینکه امروز نامری شدیم، همه رد میشن ما رو نمیبینه. میبخشید تو فکر بودم. داداشم کجاست؟ آه برادرت، برادرت خودشو مسئول بیگاریا کرده. یعنی چی؟ معاینات فنی ماشینا رو خودش انجام میده، امروز هم به این پیله کرده. پس بیرونه یعنی؟ آره نه خیلی، ماشینا رو بردیم تو اتاق داداشت. خیلی خوب جایی. خیر باشه، مشکلی هست؟ تا هم هوش حواست رفته و نه دایی، به خاطر کار به خاطر کار.
چی شده؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اومدم سر بزنم یه وقت دیرت نشه. از صبح خیلی بیقرار بودی. به خاطر هیجان امتحانات چی میخواستی باشه؟ دیگه چیزی نمیشه مگه نمینا جون؟ پشت سرم دستیسه نمی کنی؟ نه ماما، چی شد یه هایی این حرف رو زدی ها؟ میترسم دخترم، وضعیت خونه رو میبینی که چه اتفاقایی میفته. دیگه بچه نیستی، اصلی هم از لج مامانش ازدواج کرد. ولی ببین چی شد، خودش رو بیچاره کرد. شاید حسرت زندگی اونو میخوری، آزادتر و راحتتر. ولی معلومه همینا برای اونم کافی نبوده. تو این سن و سال هیچی کافی نیست، همش برای یه چیزایی میجنگی. ولی در نهایت اونی که ضربه میخوره خودتی. لطفاً دخترم، حتی اگه یه کاری میکنی که میدونی اشتباهه، اینو فراموش نکن، باشه؟ اگه کسی که فریبش میدی من باشم، اونی که ضرر میکنه توی، و البته خونوادت. اگه یکی از ما دوتا طوریمون بشه، کل خونوادمون از هم میپاشه. منو درک میکنی دیگه، درسته؟ من داره دیرم میشه مامان. با کی حرف میزنم؟ نه مامان، من حرفتو فهمیدم، خیالت راحت باشه. عشقم اگه میشه دلتنگت نشم، دلم برات یه ذره شده، ولی شرایطو میدونی دیگه. به عنوان یه مرد مسئولیت ها گردن منه. قسم بخور. باشه، امروز یه تابلو رو تحویل میدم، همون موقع میام دنبالت، یکم خلوت میکنیم. منم تو رو دوست دارم. هاکان، داری چی کار میکنی؟ بسته عشقتونو تو خونه ابراز کنین، اینجا محل کاره. کسی که تلفنی باش حرف زدم چقدر آدم عجیبیه. تعجب میکنم چطور اون تابلو رو خرید. زود باش، منتظره. عزیزم، بعدم به تنگ میزنم. خداحافظ. دنیا رو آب میبره، تو رو خواب میبره هاکان. آفرین آفرین. وضع ماشینا رو ببین آخه. این چیه؟ شماها با این لاستیک میرین سر کار؟ مگه من به شما نگفتم معاینات فنی رو پشت گوش نندازین؟ جون مردم دست شما امانته. با ماشینای جایگزین میریم مدرس. یادتون نره بچه‌ها رو برسونین. داداش خدا رو شکر پیدات کردم. خب اینجا این پسر جایی که نرفتین. اگه وقت داری یکم با هم دیگه حرف بزنیم. خب داریم راه میریم دیگه، حرف بزنیم. وایسا میخوام یه چیزی نشونت بدم. سرجوق حوصله فیلم خنده دار دیدن رو ندارم. حرف بزنیم. خنده دار چیه بابا؟ اینو ببین. این یعنی چی؟ این یه شوخیه. من اینجا دارم دیوونه میشم. اون وقت اصلی خانوم رفته خوشگذرونی داره. آروم باش، همه کارمندان ما رو دارن نگاه میکنن. اینجا کجاست؟ من چیزی نمیدونم داداش. لوکیشنش هست. آوا داداش یه لحظه وایسه، یه لحظه وایسه، خواهش میکنم. گفتم برو کنار. لطفا بس کن دیگه، بس کن. تاوان دیوونه بازیاتو ما داریم پس میدیم. همه ما تو این زندگی این دیگه. سرجوق تو چی داری برای خودت میگی؟ ببین به چه روزی افتادی. یه روز مجنون میشی، یه روز ترمیناتور میشی. دیگه نمیتونم داداشمو بشناسم. خودتو دلغک کردی به خاطر یه دختر دلغک. سرجوق ببین، تمام دق و دلی مسرت خالی میکنم و اینقدر پرت و برای من حرف نزن. یه لحظه گوش کن، اینقدر خودتو کوچیک نکن، حرف گوش کن، نرو. داداش وایسا، داداش بس دارم بارو کنار. بهت میگم وایسا دیگه. داداش دارم دیوونه میشم، گفتم بارو کنار. دیوونه شدی؟ آینه رو نگاه کن، این دختر داشت بچه تو رو سخت میکرد، چرا نمیفهمی؟ سرجوق
من الان خیلی عصبانیم، دلتو میشکنم. بشکن، هم دلمو بشکنم، سرمو بشکن. پرخاش کردنت فقط برای ماست. تو چی داری میگی؟ تو چی داری میگی؟ چی میگم؟ خیافه میخواد بگیره؟ باشه. خونه مجزا میخواد؟ باشه. انقدر گفتی باشه به اینجا رسیدی. بیدار شو دیگه، بیدار شو. این دختر مناسب تو نیست، نمیخواد تو چارچوب تو قرار بگیره. میخوای لجبازی کنی؟ آره بهت میگم حرف نزن، حرف اگه نزن. اگه میاد بیاد، اگه نمیادم بره به سلامت. فقط اگه اینجوری بگی شانسی داری، ولی دیگه نیفت دنبالش. واقعیت رو ببین، بس کن. این دختر تیروس رفته بچه‌شو بندازه، امروز داره خوش میگذرونه. سجوق نگاش کن، تو رو خدا حال روزتو نگاه کن. این همون عشقیه که ازش میگی؟ باید از تو بپرسم که چی کار باید بکنم. آره باید بپرسی، چون نوک دماغت هم نمیبینی. اصلی هر جا میره تو هم دنبالشی. تو دخالت نکن، تو دخالت نکن. پیاده شو. پیاده نمیشم. حالا که نتونستم جلو تو بگیرم با هم دیگه میریم. دنبال دردسر نباش سجو، گفتم پیاده شو. من دنبال دردسر نمیکردم. میفهمی؟ با این حال روز تنهاد نمیذارم. حالا برو حرکت کن، زود باش. تازه این روزهای خوشتونه، آه زیادی پشت سرتونه. داریم ببین، به هیچ کس حرفی نزن. باشه و یست دیگه، دارم عصبانی میشم. ول کن دیگه، آخه برای چی باید بگم؟ مامانم بهت زنگ زد؟ عجیبه، تا حالا حتما باید با خبر میشده. نکنه تو به ای زنگ زدی و گفتی؟ این کارو کردی یا نه؟ برای همین زنگ نمیزنه؟ هیچی به خاله الانو نگفتم، فقط به بسته خبر دادم اصلی پیشمه، تو جشن فارغ التحصیلی هستیم، فقط همین، باور کن. خیلی خوب، خیلی خوب، بعدن حرف میزنیم. بیا، از این نمیخوام بخورم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. امروز خوشگلتر شدی. اصلی جون، تو همیشه بدون شوهرت مسافرت میری عزیزم. عشقم، وقتی ازدواج کردیم اینطوری نباشی. خوب من رو تحساسم. تو رابطه ما جایی برای اینجور حساسیت های بیمارد وجود نداره. اعتمادمون به همدیگه بی انتهاست، برای همین نگران نباش. خیلی گشنمه. هر دوتش رو میخورم. بخور. عشقم، چقدر قشنگ غذا میخوری. اونجا خامه دیدم، میشه لطفاً بدیش؟ اصلی جون ماشالله، حسابی خوش اشتها شدی. تو اتاقم چی کار داری؟ بگیر. قشنگه، آفرین. مینا، عصبانیم نکن، همیشه به خاطر یه سوء تفاهم مسخره بود، برای همین دویدی زود خریدیش. الان اون خانوم از مامانم چی میخواد؟ من چه میدونم؟ دروغ نگو خدیجه. میگم نمیدونم. الان به فکرت رسید بپرسی؟ مامانم به تو بیشتر از من اهمیت میده، مثل دخترشی. دم به دقیقه ورد زبونشی. چطوری بهش خیانت میکنی؟ دست بردار تو رو خدا، تو از گوشیت لذت ببر دخترم. به صداتم ببر، سرت به کار خودت. ببین منو خبر چی؟ برای کی قیافه میگیری ها؟ دیگه یه کلمه هم به اون زن نمیگی. وگرنه؟ وگرنه چی میشه؟ تو چقدر پر روی خدیجه، تو اصلا از خودت خجالت نمیکشی؟ چطوری تو صورت مامانم نگاه میکنی؟ بعدشم از اون زن چه سودی به تو میرسه؟ در مقابل این کار کثیف تو، کار من خیلی شرافتمندانه و عادلانه است. تو یه دروغگویی که مادرتو به خاطر گوشی فروختی، بعد اومدی اینجا ازم حساب پس میگیری؟ من با همه در میافتم. میتونی راحت تو صورت مامانت نگاه کنی،
مگه من چی کار کردم؟ اینترنت نامحدود داره، برو خوش باش دختر. مثل گربه ها وایستادی، به چی نگاه میکنی؟ به گلای نرگست، به سلیقت. حسودیت شو؟ بیا به هم کمک کن، اینا رو زیادشون کردم، یکیشونم بذاریم تو اتاق تو. این رنگو دوست داری؟ ولی تو اتاق من پژمرده میشه، آخه دست تو بزرگ شدن، اینا تو رو دوست دارن. گلا آدم رو انتخاب نمی کنن، محبت رو حس می کنن. بهشون محبت می کنی، بهشون توجه می کنی، فقط همین. یکم دیگه از اون بریز، یه ذره زحمت بکشی زود تلافی می کنن. خیلی قشنگه. وقتی گرفتمشون یه شاخه کوچولو بود، فقط یه شاخه کوچولو. اینجوری بیشترشون کردم. برای خدیجه هم گرفته بودی؟ یادت نرفته؟ مال اونم خشک شد. دختر بیچاره از خودشم غافل شد. با همدیگه گلاشو پژمرده کردیم. گفتم که بعضی آگاهانه، بعضی هم ناغافل به عزیزانشون خیانت میکنن، زحمات عزیزانشون رو جبران نمیکنن. کاش کاری از دستم برمی اومد، کاشکی. مامان خب شاید لیاقتشو نداشت، شاید به ضرر خودت تموم میشد. مینا دیگه باهاش آشتی کن، شما یه خونواده این، ببینین و فراموش نکن. خونواده مثل مسافرخونه است. بقیه ی آدمای زندگیت مسافرن، درست مثل آدمای دور و برت. تو هم تو زندگی اونا اینطوری هستی. اگه میخوای وقتی به مشکل میخوری مسافرخونه ای باشه که بهش پناه ببری، باید خیلی زحمت بکشی. حتی اگه لایقش نباشه؟ چی تو دلت هست؟ نیست، به خدا نیست. ای خدا دارم دیوونه میشم. دنباله چی میکردی ماما؟ خدیجه یادت اون موقع طلا خریدم؟ بازم چند تا خریدم ولی نیستن، هرچی میشمارم کم شدن، نیستن، نیست. یعنی چی؟ شاید یه جای دیگه گذاشتیشون، نه؟ دخترم من جای دیگه نمیذارم، همیشه اینجا میذارم، داخلش هم نیفتاده. میدونی که گاهی میام میشمرم، شمردنش رو دوست دارم، ولی نیست، کمه. مامان همین دورو براست حتما از یه جایی پیدا میشه دیگه. نیست، نیست، میگم نیست، کم شده، همه جا رو گشتم، نیست. بابا بر نداشته باشه؟ دختر دور از چشم بابا جمع میکنم، خبر نداره. ببینم تو اونا رو ندیدی که؟ من ندیدم. آخه اینجا خودمونیم دیگه، کسی نمیاد از خونه ما طلاهامو برداره، بگم دزد اومده تا بیاد برسه خونه ما. او منظور چیه مامان؟ دخترم شاید یه مشکلی داشتی نتونستی به هم بگی. اگه اینطوریه به هم بگو، عصبانی نمیشم، مجبورم نکن مثل دیوونه ها دنبالشون بگردم. فقط مونده بود تو این خونه دوست بشم. دخترم مگه من گفتم دوستی؟ آدمی زاده دیگه، شاید نتونستی بگی. اون روز اینجا داشتی دنبال هدفونت میگشتی. مامان طلاهای قلابی تو به چه درد من میخوره آخه؟ دخترم زود قاطی نکن، دارم میگم بین خودمون حلش میکنیم. نه به خدا،
تو این خونه مثل زباله‌ام که کسی چشم دیدنمو نداره، فقط مونده بود از چشم تو بیفتم. از اهالی خونه برو بپرس ببین کسی چیزی گم کرده یا نه. واقعا عالیه. در اتاق اصلی و من یواشکی باز کردم، طلاهای تو رو من دزدیدم. بس دیگه دخترم، اینقدر طلا طلا نکن، داد نزن. میگم بابات خبر نداره. برو خبر بده، بگو دختره دزد شده. چرا خدا جونمو نمیگیره؟ دخترم این چه حرفیه؟ استغفر الله، من که به خاطر دو تیکه طلا حرفی نمیزنم. مامان حالت خوبه؟ دخترم تو مطمئنی؟ ببین اگه این طور نباشه. خودم شاهد بودم مامان، داشت به علانور خانم میگفت اصلی از خونه فرار کرده. پس رفتنمون به رستورانم خدیجه گفته؟ چرا معطل کردی؟ چرا چیزی بهم نگفتی دخترم؟ اگه با من رو راست باشی لازم نیست ازم بترسی. لطفاً خواهش میکنم هرچی میدونی برام تعریف کن. ببین دست و پام داره میلرزه. مامان این زن چه مشکل حل نشدنی با تو داره. میفهمم در مورد اصلی میخواد اطلاعات بگیره، ولی اومدنش به خونه جلوی تو وایسادنش برای چیه؟ تو چرا معطل کردی؟ چرا بهم خبر ندادی؟ معذرت میخوام مامان، ولی این حق من نبود. بدون گوشی خیلی سخته، حتی معلمم دیگه تکلیفها رو اینترنتی میده. تو این زمونه بدون گوشی نمیشه. منم به خاطر حق و سکوت نگرفتم، خواستم تنبیه بشه. بهش گفتم دیگه این کارو نکنه، ولی وقتی دیدم من مقصر شدم ترسیدم بازم اطلاعات بده. مامان من این گوشی رو برای خیانت به تو نگرفتم. مینا جون این بین خودمون بمونه، حرف دیگه ای هست که بخوای به من بگی؟ نه. باشه بذار خودم رو پیدا کنم بعدن حرف میزنیم. باشه. مینا اینو با خودت ببر، این ور و اون ور نذار، من نبینم. ماما یعنی چی؟ بهت که گفتم رو راست بودن مجازات نمی کنم. من ندیدمش، تو هم بروز نده.